چقدر هوا گرمه. سلام، سلام خدمت شما علاقه‌مندان مجله دلتا. هوا خیلی گرم شده، تو این هوای گرم بستنی میچسبه ها. راستی دمده بستنی گفتم. میدونین روز جهانی بستنی 26 تیره؟ هشتاد سال قبل وقتی اکبر جعفری یا همون اکبر مشدی برای پیدا کردن کاری آبرومندانه پا به تهران گذاشت، کسی فکرش هم نمی کرد که مرد جوان ملایری بعدها یکی از مشهورترین افراد پایتخت بشه. اکبر مشدی اولین بستنی ساز ایران لقب گرفت و این خوراکی خوشمزه فرنگی رو بومی کرد. اکبر مشدی نحوه درست کردن بستنی رو از آشپزی که در دربار قاجار کار میکرد یاد گرفت و در سال 1320 خورشیدی کار خودش رو در مغازه کوچیکی توی خیابون ری تهران شروع کرد. شهرت اکبر مشدی انقدر در تهران پیچیده بود که اون در سالگرد مشروطه مغازش رو تعطیل میکرد و بستنیاشو به مجلس میفرستاد. به مرور اعیان و رجال سیاسی هم کم کم مشتری ثابت اکبر مشدی شدند و مغازه جمع جور خیابون ری از یک دهنه به 8 دهنه رسید. همیشه موقع زمستون به کوههای اطراف تهران میرفت و یخ مورد نیازش رو جمع میکرد و اونا رو در گودالهایی به عمق 50-60 متر انبار میکرد تا بستنی درجه 1 به دست مردم بده. نشستید راحت دارین بستنی میخورین؟ نوش جونتون. کانال ما رو هم سابسکرایب کنین، لایک و زنگوله هم بزنین، ممنون میشم. خامه خشکی که توی بستنی اکبر مشدی میبینید هم ابتکار خودش بوده، چون به جای آب توی شیر خامه میریخت. گلاب رو هم از قمصر کاشان و ثعلب رو هم از بهترین عطاری تبریز میخرید. اکبر مشدی حتی رسم جار زدن بستنی فروشا را هم عوض کرد. تو کوچه خیابونا داد میزد و میگفت خامه داره بستنی، نوبر بهار بستنی. بله، اگه تا الان بستنی اکبر مشدی رو نخوردید حتما اونو امتحان کنید. اما قبلش اول اپلیکیشن مجله دلتا رو دانلود و نصب کنین تا در مورد همه چیز بدونین. ممنون که تا اینجا برنامه همراه ما بودین. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.